دوباره خوش آمدین به خاطر طول عمر باید ورزش کنین به خاطر صحتتان باید ورزش بکنین به خاطر بهتر بودن خوب بودن باید ورزش بکنین ورزش فراموش نکنین با هم برنامه سر زندگی لحظات پایانی هست و مهمان گرامی هم داریم شایب شفا فعال جامعه مدنی هست در رابطه با نقش جوانان در شرایط کنونی میخوایم صحبت بکنیم که جوانایی که در شرایط کنونی هستند نقششان چی است خوش آمدین صبح بخیر بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب دارم خدمت شما بیننده های عزیز ما و همکارای تخنیکی تون امید یک صبح خوش را آغاز کرده سلامت باشید کارا و فعالیت های چطور است چگونه میگذره هست نیست فعلا ما بعضی کارها را متوقف ساختیم خو داینده دا ما کوشش داریم که پس دوباره دو ما آغاز چیست؟ کنیم متوقف کنی؟ ما متوقف به این خاطر ساختیم ولی شرایط کنی برتان معلوم است که یک ذره مشکلاتی هست که مشکلاته مشکلاتای اسه که وخته کې انمي در افغانستان کې طالبان کې وخته کې داخل شولند چې تعداد از فعالای جامی مدني و تعداد انجمنҳои دیګي کې بودک او اونها بستې شولند تمامیشون و فعالیتای خو کم تر ساختن که تا وقتی که یک حکومت جدیدی که تشکیل میشه <applause> که اینها پس دوباره به فعالیت خود آغاز نمونند <applause> موضوعی که انتخاب کردیم در رابطه با نقش جوانان در شرایط کنونی هست که جوانا باید چگونه نقش خود ایفا بکنند تا بتونه بارز باشه تا بتونه که صدایشان هم قسمی که در گذشته بود رسا و حالا هم بتونه پیشرفت بکنه. بله ها در شرایط کنونی نقش جوانان خیل مهم است ک چی در فرهنگی باشه چه سیاسی باشه و چی در حکومت نها ک حکومت نو قرار است ک تشکیل شوه که جوانان در آن صهم داشته باشه و ی جوانان هم باید مثل که در گذشته اینها فعال بودن در هر ارسا باید در این, این ها اینها باید فعال باشن و صدای خود را و صدای عدالت خود را اینها بلند کنند که تا با مشکلات های جوانان رسیدگی صورت بگیرد نقش جوانان در جامعه که امروز در افغانستان که ما هستیم خیلی مهم است که جوانان باید پرهزگار باشه و متقی باشه که با جوانان دیگه اینها همکلان باشه و که با جوانان دیگر دیگه اینها یک برنامه ریزی و طرح ریزی خوبی داشته باشند که در مزار خدمت جامعه شوند بله خیلی از جوان فرار کردن رفتن افغانستان ترک کردن و خیلی جوان های دیگه هم تصمیم دارن که برن افغانستان را ترک بکنن اگر این جوان های باقی مانده ایم که مثل ما و شما مانده ایم و فعالیت داریم اگر ما هم ترک کنیم افغانستان افغانستان خب به جوان میشه بله جوانان قش متحرک است و امروز نیمی نفس افغانستان را جوانان ما تشکیل میدهد که اگر با جوانان اینها اگر اینها را در حکومت جا بده و بالا اینها مصارف صورت بگیره اینها در جامعه خود اینها یک جوان فعال و موفق شده میتواند و خواست ما با جوانان این است که مهاجرت رای حل نیست اینها در افغانستان بمانند و با کنار با دیگر جوانان اینها تلاش کنند زحمت بکشند که امروز افغانستان به جوانان نیروی نیرومن ضرورت دره ک امروز ان دا جوانانه ک عمومي مخه ک با کشورهای دیگه انه ها مسافرت کنه و آنجا بره انه ها زمینی اشتغال زایی یا ک میخوان ک به مو آرامش ک انه ها اونجا بمانه و و آرامش هم برشان مهیا نمشان شما میبینید ک کم های بیرون از کشور ک میبینیم ک دران ایده از جوانان پناجوی هستند ک با کوم مشکلات ها انه ها مواجه هستند که مشکلاتای هستن که حتی خدمات سی و بره شند دسترس نیسه و تا کوي خېلی به اوځای نه معلوم نه ها به بسرنويشي سر میبره که حتی ان ها موفق شته میتوانند کې دو کشور ان ها پناهینده شون یا پناجی وبپزدان شومه کې شو... تپ قان شنی د نظرسنایتان کې یەکانه از کشورای اروپا یوتریش بود کې به مخالفای مهاجرین افغان ان ها مواجه بودن کې بعد مهاجرین افغان به و کشورای ان ها, ها پناهینده نشن و د کشور در کشورهای آسیایی به معنی این جوانان به بی‌سرنوشتی سر میبرد و پیام به جوانان این است که بیاین ما شما متحد شویم و در افغانستان بمانیم تا افغانستان مرفه در کشور داشته باشیم سلامت باشید پایامتونم بر جوانان امروزی جوانایی که به برنامه هست چی هست؟ جوانای عزیز ما پیام ای است که به برنامه هستن اینها تلاش کنن که بدین تلاش گنج میسر نمیشه اینها به تعلیم خود رو بیاورن و با طبق که در سالهای پسین که این جوانان فعال بودن و در این حکومت هم اینها باید نقش داشته باشن فعال باشن و تلاش کنن که تا یک افغانستان به نظیر در سطح کشور داشته سپاس، باشن سپاس حضرت دوتان شایب شفا فعال جامعه مدنی تشکر شما هم در برنامه کرد. سلامت باشه.